حتی وقتی که آلبوم های مایکل پرفروش‌ترین آلبوم های دنیا بود و کنسرتاش پر جمعیت ترین کنسرت ها و تو همه زمین ها شماره یک بود، بازم نگاه بلند پروازانه نسبت به آینده داشت. آینده ای که مرگ مایکل باعث شد هیچ وقت فرا نرسه و رویاهاش باش دفن بشه. به این ویدیو خوش اومدین. امروز قراره به برخی از بزرگترین آرزوهای مایکل بپردازیم. پس در ادامه همراهی من باشید. اوایل دهه 90 فیلم‌های بی‌نظیری در حال انتشار بودن. مایکل همیشه خودش رو جای یکی از این نقش‌ها تصور می‌کرد. بیشتر دوست داشت نقش سوپر هیرویی داشته باشه. مایکل علاقه شدیدی به کتاب‌های کمیک و به خصوص مارول داشت و می‌خواست آیرون من رو با بازی خودش از کتاب‌های مصور به روی پرده سینما ببره. مایکل دوست داشت شرکت یونیورسال پیکچرز رو بخره و از اون طریق نقش یک کاراکتر سوپر هیرویی رو بازی کنه. اتهام‌های دروغین کودک آزاری 1993 مایکل رو از خیلی از آرزوهاش عقب انداخت و ناامید کرد. این آرزوها هم نقش براب شد و فکرش از سر مایکل افتاد. در دهه 80 قرار بود فیلم اسپایدرمن با بازی تام کروز ساخته بشه که کنسل شد. در دهه 90 شایعاتی بود که آرنولد شوارزنگر یا حتی لئوناردو دیکاپریو قرار نقش اسپایدرمن رو بازی کنه. در سال 96 مارول اعلام ورشکستگی کرد و از نظر مالی در تنگنا بود. سهام مارول از $35.75 در سال 93 تبدیل به $2.38 در سال 96 شده بود و بدهی 610 میلیون دلاری داشت. مایکل اون زمان 30 سال تجربه کار کردن تو صنعت موسیقی داشت و دوست داشت در سالهای آینده کارهای متفاوت تری انجام بده. مایکل عاشق کتابهای کمیک بود و براش فوق‌العاده میشد اگه میتونست نقش پیتر پارکر رو تو فیلم اسپایدرمن بازی کنه. مایکل میخواست سهام شرکت مارول رو بخره تا از این طریق بتونه نقش اولین اسپایدرمنی که روی پرده سینما میره رو بازی کنه. این کورس و امیدی بود که مایکل برای بازی کردن نقش اسپایدرمن داشت. مایکل صحبت‌های با زنده‌یاد استنلی نویسنده کمیک‌های اسپایدرمن داشت. استنلی بهش قول میده که با مالک‌های مارول که حقوق فیلم دست اونا صحبت کنه تا شاید راضی بشن. ایده خرید مارول توسط مایکل کمی دور از منطق بود چون اصلا مارول نمی‌خواست سهامشو بفروشه که مایکل بتونه بخره. ولی مایکل سر این قضیه حسابی جدی بود. مایکل زیاد استعداد بازیگری نداشت، به علاوه اینکه مایکل نزدیک 40 سالش بود و اونا دنبال بازیگر زیر 30 سال میگشتن که بتونه آینده نقش رو تضمین کنه. البته مایکل بازم شانس داشت واسه نقشش. در صورت دلیل اصلی اینکه چرا مالکای مارول راضی نشدن مشخص نیست، ولی این آرزوی مایکل هم نقشه براش شد و توبی مگوایر اولین اسپایدرمن شد و خیلی خوبم تو نقشش ظاهر شد. خرید یونیورسال یا مارول توسط مایکل میتونست خیلی هیجان انگیز باشه، ولی احتمال زیاد به شکست ختم می‌شد و کارنامه هنری مایکل هم خدشه‌دار می‌کرد. آره، کلا باید کارو سپرد به کاردونش. بعد از تلاش بیاسل مایکل تصمیم گرفت از سال 99 نقش پروفسور ایکس رو در فیلم ایکس‌من بازی کنه و براش تست بده. لورن شولر دونر تایید کننده ایکس‌من به مایکل گفت: مایکل جان، می‌دونی پروفسور زیویر سفیدپوست و مسنه؟ مایکل هم گفت: اوه آره، می‌دونی می‌تونم گریم کنم. مایکل قبلا این کارو تو فیلم کوتاهی گست انجام داده بود و امیدوار بود بتونه نقشو به دست بیاره. مایکل سعیشو کرد که با پارتی بازی یه جوری نقشو به دست بیاره که بازم موفق نبود. نقش به پاتریک استوارت رسید. هم سفید پوست بود، هم کچل بود، هم مسن و تا امروز هم همچنان در نقش پروفسور ایکس بازی میکنه. مایکل هیچ وقت نتونست توی فیلم سوپر هیروی ایفای نقش کنه. نزدیکترین تجربهش رو کاپتن ایو کوتاه بود و در سال 2002 نقش کوتاهی در فیلم من این بلک 2 رو براته داشت که 30 ثانیه نقش ایجنت ام رو بازی کرد. The door locks are gone and the treaty is signed. Good work. Zed, what about that position you promised me in Men in Black? Still working on the Alien Affirmative Action Program. I'll keep you posted. Wait a minute. That's not what you promised me. You're breaking up. Zed? Can't hear you. Hello? I'll call you back. I can be Agent M. در سال 1997 هنگام فیلم برداری قسمت اول فیلم من این بلک به مایکل پیشنهاد شد در یه نقش خیلی کوتاه به جای یکی از این هیولاها بازی کنه که مایکل قبول نکرد. آره، فیلم اکران میشه و مایکل در پاریس میره سینما تا تماشاش کنه و عاشق فیلم میشه و حسرت میخوره که چرا پیشنهاد بازی تو فیلم رو رد کرده. بری سوننفلد کارگردان من این بلک تعریف میکنه در سال 2002 یکی از طرفدارای فیلم باهاش تماس میگیره که از قضا اسمش مایکل جکسونه. مایکل برام تعریف کرد که وقتی در سینما فیلم تموم شد منتظر بود که مردم برن بیرون و همونجا زد زیر گریه. فیلمش کمدی بود، عجیبه، مایکل بود دیگه، زیاد میرفت جلس. مایکل ازم یه درخواست داشت. مایکل براش مهم نبود به چه صورت تو قسمت دوم من این بلک حضور داشته باشه. تنها چیزی که براش اهمیت داشت پوشیدن کت و شلوار مشکی من این بلک بود. پشت سر مایکل در فیلم کلی پنگوئن دیده میشه، انگار که مایکل قطب جنوبه. کسایی که اون موقع برای دیدن قسمت دوم من این بلک به سینما رفته بودن تعریف میکنن که لحظه‌ای که مایکل روی پرده سینما ظاهر شد مردم هیجان زده شدن و بلند کف زدن و مایکل رو تشویق کردن. حیف، به نظرم لیاقتش رو داشتی نقش بلند درست حسابی تو اون سالا بهش بدن. نظر شما چیه؟ اگه مایکل نقش اسپایدرمن، آیرون من یا پروفسور ایکس رو بازی میکرد به نظرتون موفق میشد؟ خوشحال میشم تو کامنت ها واسم بنویسید.
مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. نظراتتون رو حتما برام کامنت کنین بعد لایک و سابسکرایب. تو ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.